مجددا سلام میکنم خدمت همه عزیزان. یه جلسه دیگه با وحید داریم که میخوایم توی این جلسه در خصوص کاستوم فانکشن ها توی پاور کوئری صحبت کنیم. مطالبی که حالا توی این جلسه گفته میشه یه توضیح کلی در مورد اینکه چرا اصلا کاستوم فانکشن نیاز داریم، چطور کاستوم فانکشن بنویسیم، بیایم پارامتر اختیاری تعریف کنیم توی کاستوم فانکشن ها، چند تا کاستوم فانکشن با هم بنویسیم مثل ویلوکاپ اپروکسیمیت مچ که توی اکسل هم داریم و بعد بریم سراغ کاستوم فانکشن های ریکرسیو. و با توجه به زمان سه تا موضوع آخرمون که یه مقدار پیشرفته تر هست در خصوص اینکه مدیریت کنیم لیستی از کاستوم فانکشن ها را و همینطور مستندسازی کنیم برای کاستوم فانکشن ها و یه چند تا نمونه کاستوم فانکشن که اعداد فارسی را به مت تبدیل کنه را می‌خوایم با هم چک کنیم. من خیلی سریع وارد موضوع میشم. اول از همه چرا اصلا ما نیاز داریم به کاستوم فانکشن توی پاور کوئری؟ حدود 300 خورده 400 تا تابع توی پاور کوئری هست. چه نیازی که مجددا ما تابع جدید اضافه کنیم؟ شاید جوابش برای خیلی شفاف باشه، ولی با وجود تعداد زیاد تابعی که توی پاور کوئری هست، همچنان ما کمبود بعضی از توابع را حس میکنیم. مثلا تابع به نام لیست داد لارج توی پاور کوئری نداریم. اگه بخوایم دومی یا سومی عدد بزرگ از یه لیست را استخراج کنیم، تابعی نداریم که مستقیم این کارو بکنه. میتونیم ترکیب کنیم لیست داد مین را با لیست داد ماکس ان، اما تابعی که مستقیم این کارو بکنه برای ما وجود نداره. همینطور لیست داد اسمال یا مهمتر از همه اینها وی لوکاپ اپروکسیمیت مچ و یا لیست داد کورلیشن که بخوایم کورلیشن دو تا لیست رو با هم مقایسه کنیم. برای مثال اگه ما این چالش رو ببینیم، یکی از چالش هایی که من خودم طراحی کردم توی لینکدینم هم هست، تو این چالش گفته شده ما 8 تا کوئسشنر داریم، 8 تا پرسشنامه، 8 پرسشنامه داریم که 8 نفر بهش پاسخ دادن و با توجه به پاسخ ها میخوایم نویز ها رو پاک کنیم، کلین کنیم و فقط جواب هایی که کلین شدن رو ازش استفاده کنیم توی گزارش گیری. برای کلین کردن با استفاده از مدلی که میخوایم انجام بدیم، نیاز داریم کورلیشن بین پاسخ دهنده ها رو حساب کنیم، در حالی که پاور کوئری چنین تابعی رو نداره. یا اگه بریم توی مثال دیگه، مثلا این مثالی که در واقع در استاد کریسپو تعریف شده، شما میتونید روش‌های مختلفی برای پاسخ دادن به این سوال داشته باشید، اما اگه یه تابعی مثل ویلوکاپ رو بتونید اینجا تعریف کنید، میبینید که با یه پاسخ خیلی کوتاه و خیلی افیشنت میتونید به جواب برسید. یا مثال دیگه ای که اینجا مجددا توی پیج لینکدین خود من هست مطرح شده، چطور میتونیم اعداد رو به متن تبدیل کنیم، یا جلوتر برعکسش متن رو به عدد تبدیل کنیم. مثلا 7 نوشته شده بود، خروجی به ما 7 نشون بده. برای چنین کارهای توابعی که فعلا توی پاور کوئری هست نمیتونه جوابگوی کار ما باشه و ما مجبوریم که بیایم یه توابع جدید تعریف کنیم. جدا از این محدودیت ها، یک سری توابع توی پاور کوئری هست مثل لیست دات جنریت. اینا اساسا ورودیشون از جنس فانکشنه. اگه بریم دیتیل لیست دات جنریت رو ببینیم، این تابع 4 تا ورودی میگیره. اگه نگاه کنیم، ورودی اولش جنسش فانکشنه، دومی جنسش فانکشنه، سومی جنسش فانکشنه و همینطور الی آخر. اگر بریم پایین تا میبینیم توی دل این تابع مجبور شده کاربر فانکشن تعریف کنه و از اون خروجی گزارش که نیاز داره رو بگیره. پس جاهای مختلف به دلیل کمبودهایی که وجود داره و جاهای دیگه به دلیل ذات اون تابع، ما نیاز داریم یه تابع سفارشی ایجاد کنیم و ازشون استفاده کنیم. چطوری یه تابع سفارشی بسازیم؟ تابعی که توی اکسل نیست، خیلی فرایندش ساده است. استپ با استپ ما توسعهش. اولین تابعی که میخوایم بسازیم چنین تابعیه. بذارید من کپیش کنم ببرمش توی پاور کوئری ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینیم. یک کوئری خالی داشته باشیم. توی قسمت ادوانس ادیتور پیستش کنم. میبینید که جنس به صورت تابع در اومد. اینجا میبینید فرمول تابع نوشته شده و شما میخواید هر جای نیاز داشته باشید اینو اینوک کنید، کافیه اینوک کنید. نتیجه این تابع همیشه همین کلمه هلو ورده. هیچ ورودی از شما دریافت نمیکنه،
اما همیشه به شما هلو ورد رو نشون میده. یکم زومم رو بیشتر کنم. این طور میتونست حتی یه ورودی هم داشته باشیم، مثلا یه A رو اینجا به عنوان ورودی بگیم، دریافت کنیم توی این پرانتز و بیایم بگیم که نتیجه بیا A رو به هلو ورد بچسبون یا نه. همچنان با وجود اینکه یه ورودی دریافت میکنی، هرچی کاربر نوشت مهم نیست، تو همون هلو ورد رو تایپ کن. پس توابع ما میتونست خیلی ساده باشه، مثل این توابعی که اینجا دیدی، هیچ ورودی دریافت نمیکنه و هلو ورد رو به عنوان خروجی نمایش میده. اگه ساختار این توابع رو با هم چک کنیم، دو قسمت داره. قسمت اول قبل از این علامت مساوی بزرگتره، این علامت تابع است. هر ما بخوایم تابع تعریف کنیم مجبوریم این تابع این علامت رو استفاده کنیم. قبل از این علامت پارامترهای تابع شما تعریف میشه داخل پرانتز و بعد از این علامت ریزالت شما مشخص میشه. اگه بریم سراغ مثال بعدی، ما یه تابعی داریم، از این علامت متوجه میشم که این یه تابعیه که یک ورودی هم دریافت میکنه، ورودی ما اینکامه و توی محاسباتش میاد یک دهم رو ضرب داره اینکام میکنه و به عنوان خروجی نمایش میده. در واقع میاد یه جوری مالیات رو حساب میکنه، اگه فرض کنیم که نرخ مالیات 10%. کپیش کنیم بریم ببینیم این تابه چه کار میکنه. من میارم اینجا پیستش میکنم، یه مساوی قبلش باید بذارم چون اینجا نوشتم. خب ظاهرش یه مقدار فرق کرد، نوشته که یه دونه ورودی داره و اینجا شما ورودی ها میتونید تعریف کنید، مثلا عدد 234 بزنید و این بوک را بزنید. اتفاقی که میفته 10% 234 رو برای شما محاسبه میکنه. یا حالتهای دیگه ای که شما میتونید مقادیر دیگه ای بهش بدید. زمانی که شما یک ورودی توی تابعتون دارید، یعنی تابع شما فقط یک پارامتر داره، روش دیگه هم برای تعریفش وجود داره. میتونید به جای اینکه از این علامت تابع استفاده کنید و به این صورت بنویسید، میتونید از عبارت each استفاده کنید و بنویسید each و عملیاتتون رو بنویسید. من اینو کپی کنم مجددا، ببرم توی محیط پاور کوئری پیستش کنم. اینجا میبینید که مجددا همون حالت تابع ایجاد شده و اگر من بنویسم 56 این بوک بزنم، 10% 56 رو در واقع به من خروجی نمایش میده. نکته ای که وجود داره در مورد each underline که اینجا میبینید، یک جلسه مفصل با وحید داشتیم، حالا میتونید ویدیوش رو به توی کانال یوتیوب وحید ببینید، اونجا کامل توضیح دادیم. اما اگر بخوام مختصر بگم، توی این حالت each بیانگر اینه که ما داریم تابع مینویسیم، underline هم تنها ورودی یا تنها پارامتر این تابه. هیچ underline فقط یه پارامتر میگه، برای زمانی که توابع شما یک ورودی داره میتونید ازش استفاده کنید. اما اگه بیش از یه ورودی داشته باشه، مجبورید از همون الگوی تابع همیشگی برید، به این صورت که اینجا وجود داره. دو تا ورودی تو این تابع داریم، income و tax rate، و میاد این دوتا با هم ضرب میکنه. خیلی تابع ساده ای. کپیش میکنم میارم اینجا که ببینم نتیجه چیه. اینجا دیگه تابع ما دو تا ورودی داره، ورودی اول اینکامه، اینجا هم نوشته شده، ورودی دوم تکس ریت. مثلا فرض کنید که 100 دلار اینکام باشه، تکس ریت 15% باشه. حالا می‌نویسم 15 صدم یا 15%. این ورک رو بزنم به من نتیجه نشون میده 15% 100 دلار 15 دلار در واقع میشه. توی مثال قبلی من میتونستم به جای اینکه تکس ریت رو به این صورت به عنوان ورودی تعریف کنم، میتونستم با اسپیس تعریف کنم، که البته اصلا پیشنهاد نمیکنم چون کار ما رو جلوتر سخت میکنه. هر جا توی پارامتر شما یا حتی اسم تابع شما توی پاور کوئری اسپیس بود، مجبور میشید این علامت هشتگ و این دبل کوتیشن ها را بنویسید، اسم تابع یا پارامتر داخلش بنویسید. میبینید که اینجا مجبور شدیم کار بکنیم، که اصلا پیشنهاد نمیکنم، همیشه از همین آندرلاین به جای اسپیس استفاده کنید توی محاسباتتون. اگر یک گام بریم جلوتر در خصوص تعریف توابع، توابع ما مثل همون حالت قبلی میتونم به این شکل تعریفش کنم. این تابع یه ورودی داره، یه متنی رو دریافت میکنه و میاد به این صورت محاسباتش رو انجام میده که سه کرکتر اولش رو جدا میکنه. بریم ببینیم به چه صورت مساویه با این. خب
من میتونم یه اسم بنویسم اینجا، مثلا بنویسم امید، این ورد رو بزنم، میبینید که سه کلمه اول، سه حرف اول امید را جدا کرد و من خروجی دارم. اما اگر اینجا یه عدد وارد کنم، میدونید که پاور کوئری نسبت به تکست و متن و حرف حساس، نسبت به جنس پارامترها حساس. بعضی از عملیات ها فقط روی تکست، بعضی از عملیات ها فقط روی عدده. پس اگر من اینجا عدد وارد کنم، تابع text.start این وقت رو که میزنم به من خطا نشون میده، به خاطر اینکه نمیتونه از تکست چیزی رو جدا کنه. اگر برگردم سراغ فانکشن هم دوباره، این امکان وجود داره که نوع ورودی ها رو توی تابعتون تعریف کنید. مثلا بگید این آی که به عنوان ورودی یا پارامتر این تابع تعریف شده، جنسش تکسته. بنویسید از تکست و اینتر بزنید. اینجا با حالت قبلی فرقش اینه، من پاک کنم، ببینید اینجا توی این باکس هیچی ننوشته برای شما، ولی زمانی که می نویسم از تکست برای شما مثال میزنه که اینجا باید یک تکست وارد کنید. و حتی اگه شما عدد هم وارد کنید، این ورک را بزنید، میاد خودش توی فرمول شما تبدیلش میکنه به تکست، در واقع اون دبل کوتیشن رو میزنه. البته این ویژگی فقط توی اینوک کردن مستقیم، اگه این تابع رو من برم جای دیگه استفاده کنم ازش، این تابع رو برم جای دیگه ازش استفاده کنم، توی فرمول دیگه دستی بنویسم و یه عدد رو به عنوان ورودی بدم، باز هم همچنان خطا خواهم داشت. اما پیشنهاد میکنم که هر موقع کاستوم تا فانکشن تعریف کردید، حتما جنس ورودی را اینجا تعریف کنید و حتی جنس ریزالت را کنارش تعریف کنید از تکست. در واقع خروجی این تابع من همیشه تکست، یه ورودی از جنس تکست میگیره و خروجی هم همیشه از جنس تکست هستش. پارامترهایی که شما تعریف میکنید برای تابعتون میتونن آپشنال باشن، یعنی اختیاری باشن. اگر بخواید یه پارامتر آپشنال ایجاد کنید، کافیه پشت اون پارامتر واژه آپشنال رو بنویسید. مثلا من میخوام تکس ریت رو حساب کنم، یه ورودی به نام اینکام که قطعا باید داشته باشم. اگه تکس ریت رو کاربر مشخص کرد، اون رو استفاده کنم. اگه کاربر تکس ریت رو مشخص نکرد، از همون 10% پیش فرض استفاده کنه. کافیه فرمول رو به این صورت بنویسم. بذارید من یه فانکشن دیگه اینجا ایجاد کنم، بگم مساویه با، خب اسم فانکشن هم اینجا میتونم تعریف کنم، تکس ریت. خب نوع تعریف هم این سری اینجوری بود که یه اینکام، یه ورودیه، ورودی اول اینکامه، جنسش نامبره. پس کاربر زمانی که میخواد اینوک کنه فانکشن رو اینجا میبینه، اگزمپل 1 2 3، یعنی عدد وارد کنه. ورودی دوم آپشناله، اینجا میبینید واژه آپشنال اضافه شد، قبلا وجود نداشت، کنار اینکام نیست، قبلا هم بود، اگر حالتی رو تعریف نکنید خودش اتوماتیک آپشنال میشه، اما کنار اینکام آپشنال وجود نداره. پس اینکام رو حتما باید وارد کنید، ولی تکس ریت رو میتونید وارد نکنید. نتیجه فانکشن همیشه نامبره و اینم فرمول محاسبات. من اینطور زدم رفتم خط بعدی نوشتم. نوشتم که اگر تکس ریت همین آپشن داره نال بود، یعنی کاربر واردش نکرده، پس بیا 1/10 ضرب در اینکام کن. اگر تکس ریت نال نبود، بیا همون تکس ریتی که کاربر وارد کرده رو ضرب در اینکام کن. اینجا میام میزنم مثلا اینکام هست دوباره $100، تکس ریت باشه 15% و اینوک میکنم. میبینید که نتیجه میشه 15. اما اگر ورودی دوم رو کاربر وارد نکنه، همون 10% رو لحاظ میکنه و $10 رو به عنوان میزان تکس به ما خروجی میده. خب تا اینجا کار تمامی فانکشن هایی که یاد گرفته بودیم خیلی ساده است. میخواستیم مفاهیم پایش رو بدونیم که شما باید نوع ورودی ها و همینطور ورودی آپشن ها رو تعریف کنیم. میخواییم بریم سراغ یه مثال یه مقدار بزرگتر و یه تابع جدید تعریف کنیم توی پاور کوئری. توی این مثال ما یه سری استف اینفو داریم. استف آیدی رو داریم، نامشون رو داریم، اینکامشون هم داریم. این یه تیبل جداست که در واقع من اینجا کد پاور کوئری رو نوشتم. با table.fromrows میتونید همین رو بسازید. table.fromrows یه ورودی اولش که خب یه لیستی از در واقع ردیف های شماست،
و ورودی دومیش یه لیستی از ستون هاست، نام ستون هاست. اینو کپی میکنم و میرم اسم این جدولم رو میذارم استف اینفو. بریم ببینیم اینجا یه دونه بلنک کوئری ایجاد کنیم. اینجا نیستیم مساویه با حتی اگه مساویه نمیشته باشه. اینو میذارم اسمش استف اینفو. حواستم باشه به حروف بزرگ و کوچیک، چون میخوام جلوتر ازش استفاده کنم. توی این مثال یه جدول دیگه ای هم داریم تحت عنوان تکس ریت. مثل مثال قبلی نیست، توی این مثال ما یه رنج داریم. اگه مثلا بین 0 تا 30,000 دلار بود تکس ریت میشد 0، اگه 30,000 تا 85,000 بود تکس ریت میشه 10، 85,000 تا 100,000 20% و 100,000 به بالا 30%. حالا اشتباه این دونه 20% که من چنجش میکنم رو 30%. اگر بخوایم از if استفاده کنیم، if to در to بنویسیم، خب خیلی طولانی میشه، مخصوصا اگه تعداد ردیف های این جدولمون خیلی زیاد باشه. مثلا فرض کنید که 10 تا پله مالیات داشته باشیم، if to در to خیلی کار رو سخت میکنه و عملا نشدنیه. اما ما میخوایم یه فانکشن جدیدی بنویسیم، ازش توی محاسباتمون استفاده کنیم و این کار برای ما انجام بده. فانکشنی که میخوایم بنویسیم همون وی لوکاپیه که توی اکسل هم داریم، حالت اپروکسیمیت مچش. بریم ببینیم چطوری بنویسیم. این اسمش رو میدم تگز آندرلاین ریت. یعنی یه دونه کوئری جدید ایجاد میکنم و اسمش رو میدم تگز آندرلاین. اگه بخوایم فانکشن جدید بنویسیم، اینجا یه مقدار فانکشنمون سنگین تره، فرمول نویسی زبان MMO خوب باشه میتونیم شروع کنیم بنویسیم. اما این فرمول نویسی زبان MMO خوب نبود و معمولا از UI هایی که اینجا وجود داره، از این دستوراتی که اینجا وجود داره استفاده میکنیم یا مینویسیم، میتونیم روی این تیبل این کارها رو انجام بدیم بعد تبدیلش کنیم به فانکشن که شاید کار راحت تری باشه. من اینو یه دوپلیکیت ازش بگیرم یا بذارید بهش ریفر بدم بهتر. خب این جدول من میخوام جدول پایه استفاده کنم و برای یک عدد حالا فرضی محاسبات رو انجام بدم. بعد از اینکه محاسبات رو انجام دادم میام تبدیلش میکنم به فانکشن و اعمالش میکنم رو همون جدول اصلی که دارم. اول از همه من فرض کنید که درآمد من باشه چیزی حدود 50,000. توی پاور کوئری باید بیام ردیف، وقتی که 50,000 هست ردیف من میشه این ردیف، در واقع تکس ریت من هست 10%. باید بیام ردیف هایی که فرامشون از 50,000 کمتره رو فیلتر کنم، چون اگه فرام از 50,000 بیشتر باشه عملا مشمول من نمیشه، مشمول افراد دیگه است. پس میام یه فیلتر میذارم اینجا، میام میگم که نامبر رو فیلتر کن less than 50,000 و تاییدش کن. خب گام بعدی که میتونم انجام بدم، من فقط ستون تکس ریت رو میخوام و اونم آخرین مقدارش. توی پاور کوئری من میتونم روی این راست کلیک کنم دریل دان رو بزنم، اما مشکل اینجاست که زمانی که این کار میکنم میاد مینویسه 1. در واقع اگر درآمد من 60,000 یا 70,000 یا 120,000 روی پله دیگه باشه، این دیگه برای من جوابگو نیست، پس نباید این کارو بکنم. باید به یک شکلی بیام به آخرین مقداری که توی این ستون دارم برسم. پس میام روی این تکس ریت راست کلیک میکنم، ریموو آدر کالم رو میزنم و بعد میام از یه تابعی استفاده میکنم به نام لیست داد لست، به خاطر اینکه عذر میخوام اول تبدیلش میکنم به لیست، بعد میام از یه تابع لیست داد لست استفاده میکنم. برای تبدیل کردنش به لیست میام یه استپ دیگه ایجاد میکنم، اسم اینو ترجیح میدم یه اسم بدون اسپیس بذارم، مثلا ایکس FX رو میذارم. برای اینکه تبدیل کنم این یک ستون رو به لیست، میام اینجا یه دونه تکس ریت مینویسم تبدیل شد به لیست. و برای اینکه آخرین مقدارش رو داشته باشم میام لیست دات لست رو مینویسم. لیست دات لست در واقع یه لیستی به عنوان ورودی میگه و آخرین مقدارش رو به شما خروجی نمایش میده. اگه من بیام اون عددی که وارد کردم را به جای 50,000 بکنمش 10,000، ببینیم چه اتفاقی میفته. استپ هامون رو چک کنیم. توی مرحله فیلتر کردم فقط همین ردیف اول میمونه، همین ردیف رو داریم، تبدیلش میکنیم به لیست و خروجی میده، همون صفر رو به ما نمایش میده. و اگه بکنمش یه عددی مثل 100,000،
توی مرحله فیلتر کردن این سه ردیف باقی میمونه، تبدیل میشه به تیبل، هم ستون های اضافی پاک میشه، تبدیل میشه به لیست و آخرین مقدار به ما نمایش میده. پس الان اون فرایندی که میخواستیم بنویسیم داره به درستی عمل میکنه. این چیزی که الان بهش رسیدیم حالت افیشنت نیست دا، ولی ساده ترین روش الان داره به درستی عمل میکنه. چطوری تبدیلش کنم به فانکشن و چطوری توی محاسبات دیگه ازش استفاده کنم؟ کافیه برید توی هوم ادوانس ادیتور. این کدیه که شما در واقع بهش رسیدید. میام اینجا ورودی ها رو تعریف میکنیم. توی این مثال های این شکلی ما دو تا ورودی داشتیم، یه اینکام، یه جدول مالیات. در واقع جدول مالیات توی تکس ریت بود که ما بهش به عنوان ورودی اینجا دادیم. پس میام میگم یه اینکام داریم، یه دونه تکس تیبل داریم. تکس تیبل این دوتا ورودی هست، اون مساویه رو میذارم، اون علامت بزرگتر رو میذارم و دیگه کد من توی یه دونه استپ توی یه لاین جا نشده، شکسته شده توی چند تا لاین. ایرادی نداره، با let in شما میتونید کد رو توی چند لاین بشکنید. پس الان کد من درسته، فقط کافیه اینکام و تکس تیبل رو توی این کد جایگزین کنم. اینکام در واقع اون عدد فرضیه بود که من اینجا 100,000 فرضش کردم، پس میام این 100,000 رو پاک میکنم، به جاش میذارم اینکام. و تکس تیبل چیزی بود که توی سورس من تعریفش کردم. در واقع سورس ما اگه خاطرتون باشه همون تکس تیبل بود، اومدم یه رفرنس بهش دادم و کارها رو پیش بردم. پس بذارید برای راحتی کار اینا کپی میکنم، چون جلوتر تکس ریت رو با این عنوان به این صورت نوشته شده، من هم رو کپی میکنم و اینجا پیستش میکنم و اینو پا. الان کل ما این کارو میکنه، این کام رو میگیره، تکس تیبل تکس ریت هم در واقع همون جدول تکس ریت رو از کاربر میگیره، اول میاد فیلتر میکنه این جدول رو، اونایی که این کامشون کمتره و مشمول میشه رو به شما نمایش میده، بعدش میاد یه دونه ستون تکس رو جدا میکنه و با لیست داد لاست آخرین مقدار اون سلول رو به شما میده. من دان رو بزنم، سورس رو در واقع اینجا توی این استپ سورس رو ما آدرس دادیم، باید این جدول رو آدرس بدیم چون سورس رو پاک کرد. سورس رو کپی میکنم میان اینجا میزنم و دار میزنم. خب یه مثال بزنیم باهاش ببینیم 50,000 رو تکسش چقدر حساب میکنه. ورودی اول این کام، ورودی دوم این تکس ریتی که اینجا داریم، تکس underline rate. این بوک بزنیم ببینیم که خطا داد. علتش چیه؟ چون تکس ریت رو الان به صورت تکست شناخته نه به صورت تیبل، پس من مجبورم بیام این را به صورت تکست از حالت تکست خارجش کنم، بگم این تیبل. اینتر بزنم میبینید که 50,000 رو داره نرخ مالیاتش رو 1/10 حساب میکنه. پس فانکشن من به درستی محاسبات رو انجام میده. چطوری بیام ازش تو این جدول استفاده کنم؟ خیلی کار راحتیه. اسم فانکشنم رو اینجا میذارم تکس کلکیولیشن، میام سراغ جدولی که میخوام محاسبات رو بر مبنای اون انجام بدم و تکس رو توش حساب کنم. میام یه دونه اد کالم میزنم، کاستوم کالم اضافه میکنم، اسم کاستومم رو میذارم تکس و فرمولی که مینویسم فرمول تکس کلکیولیشنه. اینجا داریمش، دو تا ورودی، ورودی اولش اینکامه، ورودی دومش این جدول تکس ریت هستش، تکس آندرلاین ریت پرانتز بس. با تایید کردنش میبینید که مالیات، نرخ مالیات همه افراد رو داره به درستی بر اساس این جدول تکس ریتی که اینجا نوشتیم داره حساب میکنه. در واقع تنها کاری که ما کردیم یه فانکشن جدید تعریف کردیم، کارمون رو خیلی ساده تر کرد. اگه میخواستم دستی همه اون مراحل رو اینجا فرمول مینوشتم خیلی کار سخت تری بود. برای اینکه تبدیلش کنم به مالیات هم دیگه کافیه این مقدار رو توی اینکام ضرب کنم دیگه، برم همین اینجا اصلاحاتش رو انجام بیام اینجا یا میگم تکس ریت در واقع نتیجه این فرمول رو ضرب در اینکام کن. مالیات به درستی محاسب شد. این چیزی که اینجا ما بهش رسیدیم، این فانکشنی که اینجا هست با یه مقدار حالا اغماز در واقع هم کار بیلوکاپ اپروکسیمیت مچ رو داره انجام میده. توی
این حالا لینکی که براتون وحید قرار میده، شما میتونید کد واقعی رو ببینید. میبینید که اینکه من توی یه خط نوشتم اون فرموله رو، اون قسمت بالایش همون تکس ریت است، جدول تکس ریت. اینجا من این فرموله توی خط نوشته، میتونید این رو استفاده کنید. اما نکته‌ای که میخوام اشاره کنم، برای تعریف کردن فانکشن لزومی نداره که شما بیاین فانکشنتون رو خارج از اون فرایندتون تعریف کنید. مثلا یک کوئری دارید 10 تا 20 استپ، شما اجازه دارید که یکی از استپ های کوئریتون اون فانکشن رو تعریف کنید. مثلا همین چیزی که اینجا ما داشتیم، این فانکشنی که اینجا بود، میتونید همه این رو کپی کنید و بیاین توی همون استف اینفوتون، برید توی ادوانس ادیتور، تو دل این فانکشن تعریف کنید. بیاین اینجا بگید که استپ اول که سورسه هیچی، یه فانکشنی میخوام تعریف کنم، اسمش رو میذارم fx مساوی، و فانکشنتون رو اون چیزی که کپی کرده بودید رو اینجا پیست میکنید. fx مساوی با این عبارت، در واقع این کام تکس ریت رو ورودی میگیره. اینجا تو اینجا رو یه تپ بزنیم بیا چیکم جلوتر. به جای اینکه خودم تنظیمش کنم، بذارید من اینو کپی کنم. یه دونه وبسایت پاور کوئری فرمتره برای من که خیلی کار را بندازه، پیشنهاد میکنم شما هم ازش استفاده کنید. زمانی که کوئری هم خیلی بزرگ میشه، خیلی به هم ریخته است. برای اینکه تنظیمش کنم یه مقدار، البته اینجا دبیم ارور میده، من میخواستم این ارور رو اونجا توضیح بدم ولی بذارید اینجا ویر بلو بزن. میارمش اینجا و خیلی فرمتش را قشنگ آماده. خب بیام اینجا. اتفاقی که افتاد، من یه دونه استپ fx اضافه کردم، جنسش از نوع فانکشنه، گفتم این دوتا ورودی رو داره. اینجا کدهای مربوط به فانکشنم تو این بین let و in نوشته شده. اینجا custom 1 در واقع آخرین استپ رو به عنوان خروجی توی فانکشن داره نمایش میده. این ویرگول نبود، این ویرگول رو اضافه کردم چون دیگه اینجا fx من آخرین خط من نیست، آخرین خط من اینه. همیشه سایر خطوط باید غیر از آخرین خط باید ویرگول باشه انتهاشون توی پاور کوئری. خب اینجا ویرگول رو گذاشتم، بعد اومدم توی این استپ. اینجا دیگه نمیخوام از تکس کلکیولش اون یکی فانکشن استفاده کنم، میام از همین اف ایکسی که اینجا نوشتم استفاده میکنم. پس یه بار اینجا چک کنیم، یه استپ سورس داریم، دیتا رو میخونه، یه فانکشن تعریف کردم تو دل کوئری که میاد محاسبات مالیات رو انجام میده، و بعد اومدم توی این استپ از اون فانکشنی که تو دل کوئری استفاده کردم آدرس دادم ازش استفاده کردم، دان رو بزنم. مثل همون حالت قبلی که میومد از این فانکشن محاسبات رو میخوند و انجام میداد، الان میاد از این استپ fx محاسبات رو میخونه و توی این استپ میتونم ازش استفاده کنم. پس لزومی نداره فانکشن شما اگه خیلی جنرال نیست و فقط برای یه کیس خاصی میخواید ازش استفاده کنید، مجبور نیستید به بابتش یه فانکشن بیرون از اون پروسیجر یا اون فرایندهای کوئریتون بسازید. میتونید یه استپ کوئری رو تخصیص بدید به این فانکشن. توی فانکشن نوشتن ها یه سری فانکشن ها هست که خب بعضا مجبوریم ازش استفاده کنیم، بهش میگم فانکشن های بازگشتی. توی این فانکشن ها مجبورید مجددا به خود اون تابعتون آدرس بدید. برای مثال من میخوام یه تابعی رو استفاده کنم که هر عددی بهش دادم عدد اول بعدی رو به هم بده. مثلا اگه بهش دادم 4، عدد اول بعد از 4 هست 5 دیگه، خروجی رو من 5 نمایش بده. اگه بهش دادم مثلا 8، بیاد بگرده 9 که اول نیست، 10 اول نیست، 11 رو به من خروجی بده. برای این کار من مجبورم اول از همه چک کنم، یه شرطی داشته باشم چک کنم ببینم یه عدد اول هست یا نه، و بعد از اون بیام یکی یکی هی بهش اضافه کنم، چک کنم اگه اول بود خروجی بده، اگه نبود دوباره برگرده یه دونه به اون پارامتر اضافه کنه و محاسبات رو تا جایی که به عدد اول برسه تکرار کنه. اینجا من مجبورم از توابع ریکرسیو استفاده کنم، توابع برگشتی. کدش اینجا هست، این اولین قسمت کد من هست. در واقع توی این کد من اومدم چک کردم یه عدد به عنوان آ رو دریافت میکنه و چک میکنیم ببینه که اون عدد در واقع عدد اول هست یا نه. بریم با هم کدش رو بنویسیم، باز دوباره برگردیم. میخوام یه دونه فانکشن بنویسم چک کنه ورودی که بهش میدم آ اول هست یا نه. استپ رو با هم چک کنیم،
چون نمیخوام مستقیم با هم کد های ام بنویسم، میخوام خیلی ساده بنویسم، میام یه دونه نیو سورس ایجاد میکنم، یه عدد فرضی در نظر میگیرم مثلا 5، من میخوام چک کنم کدم روی عدد 5 چک کنه ببینه اگه 5 اوله به ما خروجی بده اول، اگه اول نیست بهمون بگه فالس. چجوری این کد رو مینویسم؟ میام یه استپ اضافه میکنم. اول از همه برای اینکه بخوام اول بودن 5 چک کنم، باید بیام 5 تقسیم بر 2 کنم، قسمت اینتیجرش رو بردم که میشه 2، اعداد از 1 تا 2 تا همینجور تا اون عددی که به دست میارم داشت بدید یه عدد بزرگتر داشته باشیم، 5 خیلی کوچیکه یه مقدار سخت میشه، 10 رو چک کنم، باید بیام 10 رو تقسیم بر 2 کنم میشم 5، اعداد 1 2 3 4 5 همه این 5 تا عدد رو 10 رو بهشون تقسیم کنم، اگه 10 بر بیش از یه دونهشون بخش پذیر بود اون عدد دیگه اول نیست. برای این کار توی استپ اولم میام میگم که number.integer divide رو استفاده میکنم. خب ورودی اول من همون سورسه، مجبورم به سورس آدرس بدم، 10 رو دستی نمیسم و میگم که بر 2 تقسیمش کن، نتیجه شد 5. حالا اگه به جای 10 یازده داشتیم بازم نتیجه میشد 5. گام بعدی میخوام یه لیستی از اعداد رو ایجاد کنم که از 1 تا 5 رو شامل باشه. میتونم یه استپ دیگه ایجاد کنم، بیام اینجوری بنویسم، یه آکولاد باز 1 2 نقطه کاستوم 1، تبدیل شد به یه لیستی که از 1 شروع میشه تا 5. و بعد از اون بیام از دستور لیست دات ترانسفورم استفاده کنم. لیست دات ترانسفورم خیلی فانکشن فوق العاده زیباییه، میاد تک تک اینها رو روشون یه عملیاتی انجام میده. بیام چکش کنم، لیست دات ترانسفورم روی لیست کاستوم 2، اینجا ایچو می نویسم چون لیست دات ترانسفورم ورودی دومش معمولا فانکشنه و زمانی که ما یه پارامتر داشته باشیم ایچ میتونه کمکمون کنه. خب میخوام این عددی که اونجا داشتیم 10 رو تقسیم بر 1 کنم و بعد چک کنم ببینم آیا باقی موندهش برابر 0 هست یا نه. میام در واقع میگم که number dot mod number dot mod، این چیزی که اینجا هست under اد، میخوام این چیزی که اینجا داشتیم، سورسی که اینجا داشتیم، سورس و این underline که در واقع بیانگر تک تک این هاست، بدونیم نتیجه این چی میشه بعد میگیم جلوتر. خب اومد 10 رو بر 1 تقسیم کرد نتیجه شد 0، 10 رو بر 2 تقسیم کرد نتیجه شد 0، 10 رو بر 3 تقسیم کرد باقی مونده 1 شد، همینطور داره 10 رو بر تک تک اون اعدادی که داشتیم توی لول قبلی تقسیم میکنه و باقی مونده رو اینجا مینویسه. من میام میگم که از این لیستی که داریم لیست دات سلکت کن each underline مساوی 0، اونایی که 0 هستن رو برام سلکت کن و بعد یه لیست دات کانت رو اضافه میکنم پشتش. نتیجه شد 3. در واقع اون اعداد 1 تا 5 که داشتیم 10 فاصله باقی موندهش بر تقسیم برای اون اعداد توی 3 تاشون شده 0، پس 10 عدد اول نیست. اینو من اینجوری چک میکنم، مساویه با 1 فالس. اگه این 10 رو من بکنم 12، میبینید که اینجا نتیجه که من میده فالس، اما اگه 10 12 رو بکنم 11 میبینید که نتیجه که من میده ترو هست. پس الان فانکشن اولمون خیلی ساده، با وجود اینکه شروع نکردم مستقیم کد هامو دستی خودم بنویسم، خیلی ساده استپ بای استپ اینجا تعریف کردم. دوباره میام تبدیلش میکنم به فانکشن، میرم از تب هوم ادوانس ادیتور اینو تبدیلش میکنم به فانکشن. چطوری تبدیلش میکنم؟ مثل همون مثال قبلی میگم که یه ورودی به نام آ دارم و در واقع دیگه عدد 11 من نمیخوام چک کنم، این سورس هم بکنم همون آ، یه جای دیگه هم از سورس استفاده کرده بودم اینجا بکنم آ. الان یه فانکشنی دارم بهش بدم 15 این ورک کنم میزنه فالس، ولی بهش بدم مثلا 5 این ورک کنم میزنه ترو. یه فانکشن دیدم اسمش هم میذارم isPrime،
خب این تابع من خیلی ساده بود و نیازی هم نداشتم هیچ جا ریکرسیو ازش استفاده کنم، اما میخوام برگردم به مثالی که داشتم. میخوام هر عددی به اکسل دادم، به پاور کوئری دادم، عدد اول بعدی رو بهم برگردونه. پس میرم هوم، یه دونه بلانک کوئری دیگه ایجاد میکنم، اسمش رو میذارم نکست، رایت، میام اینجا روی یه عدد روش چک میکنم، روی یک عدد محاسباتی چه انجام. بذارید اینو مستقیم بنویسیم. این تابعی که داریم یه دونه ورودی به نام A داره دوباره. حالا اسمش رو میتونید ولیو بذارید یا هر چیز دیگه هم بذارید. میام بهش میگم که این فانکشنی که اینجا نوشتیم رو چک کن. If is prime، اگه این A prime بود یعنی حاصل این true بود، then A رو برگردون. همون رو عدد اول دیگه، نیازی نیست به سراغ عدد بعدی. اگر نبود بیا این اسم تابع من هست next prime، حالا تیشم فراموش کردم، ولی بیا next prime اینجا چون نمیشه next prime آیه به علاوه یک را استفاده کن. ببینید تو دل فانکشن به خود فانکشن رفرنس دادن. اگر این عدد عدد اولی نبود بیا ای به علاوه یک رو چک کن ببین اوله یا نه. اتفاقی که میفته اگر آ 12 باشه حاصل این میشه فالس، پس میاد 13 رو چک میکنه. 13 چون اوله خودش رو به عنوان خروجی نمایش میده. اما اگر آ را ما در نظر بگیریم مثلا 16 18 در نظر بگیریم یا 20 در نظر بگیریم، 20 بهتر، 20 پرایم نه پس میاد 21 رو چک میکنه، 21 پرایم نه پس میاد 22 رو چک میکنه، 22 پرایم نه پس میاد 23 رو. همینطور این حلقه رو انجام میده تا برسه به پرایم بعدی. پس دان رو میزنم اینجا، من عدد 20 رو چک کنم، میبینید که ارور داد، احتمال اسم بری اکسپریشن وی کن نات کانورت دی ولیو تو تایپ فانکشن. ببینیم کجا رو چک کنم. If is prime a then a else next next prime رو درست نوشتیم i به علاوه یک. یه بار دیگه چک کنیم، اگر next prime 20 رو بزنیم cannot convert the value to type function next prime، اینجا 20 رو بزنیم ببینیم چه اتفاق میفته. next is prime ببخشید، اسم این کوئری دوه، اینو باید میذاشتین ایز پرایم، اشتباه همه اینا اسمشو گذاشتن ایز پرایم. پاک کنم اینا چون آدرس دادم توی اون یکی فایل، بده هم کوئری دو رو بزنیم اینجا به جای ایز پرایم باید بزنم کوئری دو. در واقع فانکشن من این بود، ایز پرایم خودش حاصلش یا ترو یا فالسه، چیزی نبود که بتونم اینجا ازش استفاده کنم. خب الان اگر من اینجا 20 رو وارد کنم، این بوک رو بزنم، میبینید که عدد پرایم بعدیش 23ه. 23 رو به من خروجی میده. اگر به جای 20 100 رو بزنم، اینقدر اون حلقه رو تکرار میکنه، حالا 101 که خیلی سریع به دست، 102 رو بزنم، خیلی اعداد اول نزدیک به هم، 120 رو بزنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. 121 22 همینطور تا 127 رو چک میکنه، میبینه 127 پرایم اون رو به عنوان خروجی نمایش میده. تنها نکته ای که توی این ریکرسیو باید حواستون باشه، اگر این تابع ریکرسیوی که اینجا دارید را توی دل کوئریتون مثل همون حالت قبلی بردید توی یکی از استپ‌های کوئریتون نوشتید، اینجا در واقع به این صورت میشه، میگید که next next prime مساویه با این و دوباره آدرس دادید به next prime خودش. اینجا حواستون باشه اگر تو دل کوئریتون بود حتما باید این ادساینر رو بذارید، وگرنه جواب نمیده بهتون، خطا میخورید. قسمت ریکرسیو خیلی به ندرت پیش میاد، ولی مسائل خیلی سخت رو میتونید با این ریکرسیو ها خیلی راحت تر حل کنید. حالا کدش هم اینجا هست، میتونید بعدا چک کنید. من هر دوتا رو اومدم توی کد نوشتم، میتونید بعدا خودتون چک کنید ببینید چطوریه. در واقع دوتا تابه ترکیب شده و اینجا داریم. اما بریم به قسمت مدیریت کردن کاستوم فانکشن ها. ما خیلی وقتا پیش میاد تعداد فانکشن هایی که می نویسیم خیلی زیاده، فانکشن های تخصصی.
فرض کنید که شرکت شما دپارتمان های مختلفی داره، یه فانکشنی می نویسید می خواهید توی فایل های مختلف ازش استفاده کنید، مثل همون ویلوکاپی که داشتیم. حالت عادی شما مجبورید برید توی پاور کوئری های مختلف اون کپی پیست کنید، اما برای حالتی که شما فانکشنتون رو زیاد استفاده می کنید یه دونه دستور داریم به نام expression.evaluate که خیلی میتونه کمکتون کنه. شما میتونید فانکشن هاتون رو به صورت تکست فایل توی یه گوشه ای از دسکتاپتون یا یه جایی توی فضای وب هر جایی میدونید ذخیره کنید و هر موقع خواستید از اونجا فراخونیش کنید توی فایل هایی که نیاز دارید بهش. دیگه نیاز نداشته باشید هر سری به کپی و پیستش کنید. چطور این کارا میکنیم؟ قبل از اینکه بریم سراغ ذخیره کردن یه فانکشن به شکل تکست یه گوشه ای از دسکتاپمون، بیایم با هم این دستور رو با هم چک کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. من اینو کپی میکنم میارم توی محیط اکسل. بذارید یه مقدار ترتمیزترش کنم. اینو میبندم مثلا یه بار دیگه یه کوئری باز کنم. خب حالت عادی میدونید من بنویسم دبل کوتیشن 5 به علاوه 6 اینتر بزنم، اکسل یا پاور کوئری هر دوتشون تشخیص میدن که این یه تکسته و به من نمایش میده 5 به علاوه 6. اما اگه بیام این رو داخل این دستور expression.evaluate بنویسم و اینتر بزنم چه اتفاقی میفته؟ expression.evaluate میاد محاسبش میکنه. اینجا اگه هر عدد دیگه بنویسم میبینید که محاسبه میکنه. پس expression.evaluate میتونه یه تکست رو برای شما تبدیل کنه به یک حالت محاسباتی. اما میام اینجا این کار رو میکنم. بذارید اینو کات کنم. می نویسم list.sum مساوی اولش یادم میاد. یک دو نقطه پنج. داره به من نمایش میده 15. درست. میام همین را داخل expression.evaluate می نویسم این تابرا. و اینتر می زنم. به هم خطا بذارید باید توی دبل کوتیشن می نویسم. تکستش کنم. به هم خطا میده وقتی این کار را میکنه. علتش اینه که زمانی که شما از توابع استفاده میکنید، این مساوی اولش هم اضافیه، علاوه بر اون بازم خطا میده. علتش اینه که میاد میگه که من میخوام اینو محاسبه کنم نمیتونم انجامش بدم. این لیست دات سام رو نمیفهمم الان. اون محاسبات ساده عملگرها مثل جمع ضرب تقسیم رو خیلی راحت میفهمید، اما این حالت رو نمیفهمه. برای مثال های این شکلی که ما از فانکشن ها استفاده کردیم باید توی ورودی دومش دستور شیر را حتما بنویسید. توی این حالت میتونه اون فانکشن ها مجددا برای شما ارزیابی کنه، اِوالوییت کنه. هست من فانکشن ها مینویسم، میبرم یه تکستی ذخیرهش میکنم، از اون تکست فراخونیش میکنم و با این دستور تبدیلش میکنم مجددا به فانکشن توی اون فایل اکسلی که دارم یا توی هر فایل اکسل دیگه ای که دارم یا فایل های پاور بی آی، فرقی نمیکنه. قبل از اینکه این کارو بکنیم این شیردم بد نیست با هم یه چکی بکنیم. اگه بخواید همه دستورات پاور کوئری رو ببینید، این دستور در واقع لیست همه فانکشن های پاور کوئری رو به شما میده، خیلی میتونه کمک کنه بعضی جا. خب برگردیم به مثالم. من اون تیبل رو کپی کنم، تیبل افراد. این تیبل افراد من کپی میکنم مجدد میارم اینجا. میخوام یه فانکشن بنویسم به صورت تکست یه گوشه ذخیرهش کنم، فراخونی کنم بیارم اینجا و ازش استفاده کنم به عنوان یک فانکشن. فانکشنی که دارم خیلی فانکشن ساده ایه. توی این مثال میخوایم این فانکشن رو داشته باشیم، یه فانکشن ساده، همون اینکام رو داشتیم و تکس ریت، یکیش هم آپشنال بود. اینو کپی میکنم، میام یه دونه فایل تکست باز میکنم، یه نوت پد باز میکنم، پیستش میکنم اینجا و میرم سیوش میکنم. مثلا اینجوری فکر کنم بچ در نظر گرفتم ببینیم کجاست. چین بود؟ نه. میذاریمش اینجا.
اون تک سپات میکنه، این فایل رو ذخیرهش میکنم توی این محلی که اینجا داشتیم. سیو از، اسمش هم میذارم همون تکست بزرگ. الان فانکشنی که میخوام توی پاور کوئری ازش استفاده کنم رو به صورت یه تکست یه گوشه ذخیره کردم. میرم توی پاور کوئری یه دونه بلانک کوئری ایجاد میکنم، فراخونی میکنم اون فایل تکست رو و میام از اون دستور شیر، دستور اکسپریشن اوالویت تبدیلش میکنم به فانکشن. کدش رو اینجا نوشتم، حالا خیلی کد خاصی هم نیست ولی اینجا داریمش. یا بذارید من کلوز اند لود رو بزنم، مراحل رو با هم بریم بهتر اینجوری. آره اینجوری چند تا نکته هم داره که باید چک کنم. میرم تب دیتا دوباره، گت اند دیتا رو میزنم، میگم فرام تکست بخونه. سلام، شما هم خسته نباشید. سلام عرض میشه، صدای من رو دارید؟ شما امید جان ادامه بده، فکر میکنم میکروفونش روشن. خب کاری که میکنم میام اینجا اون تکستی که داشتم رو فراخونیش میکنم، میبرم توی قسمت پاور کوئری این تکستی که دارم. نکته‌ای که وجود داره اگه من برم تکستم رو باز کنم، این تکست شامل اسپیس و تب و اینجور موارد هست. زمانی که من میخونمش و فراخونی میکنم اینجا، میاد خودش اسپلیتش میکنه، چون سی اس وی و تکست رو که میخونید بر اساس تب یا بر اساس، الان تو این مثال ما گفته شده بر اساس چی جدا کنه، دلیمینیتورش ویرگوله، هر جا به ویرگول رسید میاد جدا میکنه. من اینو پاک میکنم، یه حرف دیگه یا یه چیز دیگه مینویسم یا حتی پاکش میکنم برای اینکه میخوام توی یه دونه سلول داشته باشمش. بذارید کلمه دوشم دیگه نه کنم یه دونه. بذارید من دوباره اینو فرم کنم. میرم از اینجا تب دیتا، get data from text، این تکست رو میخونم. خب اینجا دوتا داریم، اینجا کاما رو تبدیلش میکنم مثلا به کاله که یه دونه داشته باشم. دلیمینیتورش اینجا اصلاح میکنم و لود میزنم. از بخوام نباید لود میزدم، ادیت. خب این همون متن فرمولیه که داشتیم، اینجا داریمش میبینید، ولی تکست باید تبدیلش کنیم به فانکشن. اولین کاری که میکنم میام روش راست کلیک میکنم، دریل داون رو میزنم، الان شد تکست و میام اون عبارت مربوط به اکسپریشن دات اوالویت رو بهش اضافه میکنم و یادم باشه که آخرش هم شیر رو باید بزنم. int expression dot expression اینا اشتباه نیست، expression dot از این استفاده. خب میبینید که اون متنی که توی اون فایل تکست داشتم و یه گوشه ذخیرش کردم تبدیل شد به یه فانکشن. این توی مدیریت فانکشن هاتون خیلی کمک میکنه. اگه تعداد فانکشن هایی که کاستوم تعریف کردید توی پاور کوئری خیلی زیاد هستن، شما میتونید به صورت تکست جای جای مختلف ذخیرش کنید یا تحت وب قرارش بدید، از اون فراخونی کنید و اینجا با این دستور تبدیلش کنید به فانکشن. الان اگه من یه عددی رو بهش اضافه کنم مثلا 1200 دلار با نرخ 10% این وکش کنم، میبینید که محاسباتش به درستی داره عمل میکنه و شما میتونید خیلی راحت این فانکشن تکستی که در واقع از اون تکست فراخونی کردید را توی یه ستون جدید داشته باشید. بنویسید تکست اینکام و مثلا 15% و تایید کنید. پس حالتی که فانکشن های شما تعدادشون خیلی زیاده، میتونید به صورت تکست، CSV یا اکسل جای ذخیره کنید و بیاریدش با expression dot evaluate و ازش استفاده کنید توی محاسبات. موضوع بعدی که حالا توضیحات بیشتر در مورد expression dot evaluate خواستید، میتونید اینجا در موردش سرچ کنید. موضوع دیگه‌ای که میخوام در موردش صحبت کنم توی این جلسه، بحث داکیومنت کردن اون کاستوم فانکشنتون. اگه من بیام اینجا یه
فانکشنم رو دوباره چک کنم میبینید توضیحاتش خیلی خوانا نیست. اینتر پارامیتر نوشته شده، یه ورودیاش هم اینجا همینجوری نوشته شده و دو تا ورودی هم اینجا در واقع باز کرده. اما زمانی که من میام یه استپ ایجاد کنم اینجا میام فانکشن های خود اکسل رو میبینم، خود پاور کوئری رو میبینم، مثلا list.accumulate یکی از توابع مورد علاقه من، میبینه که کلی توضیح بابتش نوشته، مثال زده حتی آخرش توضیح داره و خیلی کامل هستش. کسی که میخواد ازش استفاده کنه با یه خوندن این میتونه خیلی نکات رو دستگیرش بشه. چطور این قسمت ها این توضیحات رو به فانکشنی که اینجا من نوشتم اضافه کنم؟ توی داکیومنتیشن این کار انجام میشه. بیایم اینو کپی کنیم و جایگزین همون فرمول قبلی میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. یه دونه بلانک کوئری ایجاد میکنم، خودم رو میام اینجا پیست میکنم و دارم. اتفاقی که افتاد با حالت قبلی این داشتیم، اینجا یه اینتر پارامیتر داشتیم، عنوان تابع هم اینجا نوشته، اما اینجا چیزی که داریم اومده گفته this function can be used to calculate the tax value، چیزی که خودم بهش توضیح دادم و همین فعلا. فرمولش رو ببینیم، اتفاقی که افتاد من یه دونه استپ زد بهش اضافه کردم. توی زد اومدم یه ورود از جنس رکورده، رکوردی که فعلا فقط یک مقدار داره، documentation.description فقط یه مقدار داره و اینم عنوانی که نشتم. بذارید من اینو پاک کنم، به جاش مثلا چند تا نقطه بذارم. هرچی اینجا بنویسم زمانی که از فانکشنم میخوام حالا استفاده کنم میاد اینجا به هم نمایش میده، در واقع دیسکریپشنیه که بابت این فانکشن من تعریف کردم. و به جای خروجی دیگه من تکس رو نمی نویسم، میگم value.replace تایپ کن تکس را، عنوان فانکشنم را، و این عبارت رو اینجا اضافه کردم که این زده همون دیسکریپشن شما، این value.type و value.replace metadata چیزیه که میخوام در موردش صحبت کنم. بیاییم با هم دیگه، بذارید من اینو کپی کنم بریم ببینیم چی به یه دونه پاوری یه دونه کوئری جدید ایجاد کنم. میام میگم که value.type مثلا این چهار رو بهم نمایش بده، میگه که جنسش از نوع نمبره و میام بهش میگم value.type list.sum رو بهم نمایش بده، میاد میگه جنسش از نوع فانکشنه. زمانی که جنس اون مقدار شما از نوع فانکشنه یه سری توضیحات یه سری متای در مورد اون متادیتا در مورد اون فانکشن وجود داره که اگه بخوایم حالت‌های مختلف این متادیتا ها رو ببینیم اینجا من آوردم ببینیم اینجا یه فایل value.type رو نداریم. بیایم اینجا میخوایم این list.sum متاش رو ببینیم به چه صورته، اون توضیحاتش با چه عنوان‌هایی اومده. توضیحاتی که داره list.sum یه دونه documentation.name، یکی documentation.description، documentation.long description، documentation.categorie که حالا زیاد مهم نیست توی custom function ها و یه سری example. شما توی این فرمولی که اینجا داشتید و زدی که تعریف کردید میتونید علاوه بر document.description بقیه موارد هم بنویسید و حواستون باشه برای example باید یه لیست تعریف کنید، لیستی که باز مجددا شامل یه رکورده، مثلا توش دیسکریپشن نوشته، کد نوشته، ریزالت رو نوشته. خب برگردیم عقب، شما هر کدوم از اینها رو خواستید میتونید برای فانکشنتون تعریف کنید. بذارید من این عبارت رو کپی کنم documentation.description، اگه درست بنویسمش که خب خوب میشه، داریمش البته دیسکریپشن. میام documentation.long description رو نوشتم، میام توی ادوانس ادیتورم، میام اینجا توی رکورد ورودی ها به این صورته که عنوان فیلد مقدارش ویرگول میخوره و عنوان فیلد بعدی مقدارش و همینطور الی آخر وارد میشه. من شیفت و انتر رو میزنم
میام میگم documentation.longDescription equal to، اینجا میام توضیحات تکمیلی رو بهش میدم و تاییدش میکنم. میبینید که قسمت اول، قسمت short description این بالا داره نوشته میشه. بذارید اینو از اون حالت نقطه چین خارجش کنم، فقط اعداد رو بذارم مثلا هر چیز دوستم بنویسم. واقعا This function can be used for calculating the tax. توی لانگ دیسکریپشنش هم بنویسم The tax rate is considered as the 10%. و تایید. Short descriptionش اومد، long descriptionش اومد. اگه بخوام example هم بهش اضافه کنم، باید بیام این documentation.example رو استفاده کنم که یه لیسته از این سه قسمتی که اینجا دیدیم. Description, code, result. پس میام اینجا، میام این ورودی بعدی، میگم که documentation.example جنسش از نوع لیسته. علتش که لیسته هم میگم بهتون. description داشتیم مساویه با مثلا for a person with revenue income equal to $100 you can use the below form. So descriptionشه. بعد description داشتیم code equal to tax 100. بعدش result equal to و دالر میزنم. فکر میکنم یکی از ورودی ها رو اشتباه نوشتم که نیورد. ببینیم چی داشتیم اینجا. Description, Code, Result. Code رو فکر میکنم یه ای نذاشتم. اگه اشتباه نکنم. Code رو ای گذاشتم. Result دوسته. Documentation.example. Description رو هم نوشتم. بذارید از همین چیزی که اینجا نوشتم کپی پیست کنم. اینن همین. Description داریم. Code داریم. Result داریم. همینو کپی پیست میکنم. هیچ فرقی با این چیزی که نوشتم نداره، فقط غلط املایی نداره. فرمول تکسمونه این متاییه که در موردش توضیح دادیم. گفتیم که نیمش تکسه، دیسکریپشنش رو نوشتیم، لانگ دیسکریپشنش رو نوشتیم و اگزمپل ها رو اومدیم توی دونه آکولا، در واقع توی لیست دو تا مثال نوشتیم. دیسکریپشن اولین مثالمون اینه، کدش در واقع اون نوع فرمول نوشتیم خودمون اینجوری تعریف کردیم، ریزالتش هم اینجا مشخص کردیم. مثال دوممون برای فردی که با 250 دلاره فرمولش اینه و ریزالتش این هستش. دان رو بزنم میبینید که برای این فانکشنی که من نوشتم توی پاور کوئری اومد مثل همون لیست دات سام، مثل لیست دات اکیومله اومد این مستندات رو اضافه کرد که اگه فایل رو قراره این فانکشن رو جای دیگه کسی دیگه ازش استفاده کنه، مستنداتش کامل باشه و بتونه چیزایی که میخواد رو در واقع از اون فانکشن بفهمه. پیشنهاد میکنم که حتما برای فانکشن های خاصتون که خب توی فایل های مختلف استفاده میکنید، حتما این داکیومنتیشن ها رو اضافه بکنید. یه سری توضیحات اضافی هم اینجا اومده، میتونید برید حالا بعدم بخونید، شاید زمان ما اجازه نده. اما برگردیم سراغ یه مثال خیلی بزرگ توی این در واقع جلسه. توی این مثال ما میخواییم کسی که قبلا اکسل کار کرده بودن، یه افزونه بود میومد تاریخ شمسی رو به میلادی تبدیل میکرد یا میومد اعداد رو به حروف تبدیل میکرد، برای حسابدار خیلی کاربردی بود توی اکسل. الان ما اومدیم مشابهش رو توی پاور کوئری نوشتیم. یک کدی داریم، یک کاستوم فانکشنی داریم، کپیش میکنم، پیستش میکنم اینجا توی یه دونه کوئری خالی، اینجا پیست میکنم و دان رو میزنم.
حالا داکیومنتیشنش اینجا نیست ولی میتونه اضافه بشه، یه عدد وارد میکنم، خیلی بزرگم نباشه چون تا 100 میلیون، میاد تبدیلش میکنه به متن. هر عددی که وارد کنیم یا تبدیلش میکنه به متن. توی پاور کوئری شاید این حالت کاربرد آنچنانی نداشته باشه، فقط برای یادگیری پاور کوئری این کاستوم فانکشن ها این مثال رو دارم میزنم، اما برعکسش شاید یه جاهایی به کار بیاد، مخصوصا زمانی که میخوایم از شهر سند یا حالا جلوتر شاید پردازش تصویر باشه، چک ها رو میاد اسکن میکنه، خروجیش رو تبدیل میکنه به تکست و بخوایم تبدیل کنیم شاید کمکمون کنه. میخوام ببینیم که این کاستوم فانکشن چطوری نوشته شده و ازش استفاده کنیم. این فانکشن رو هر جای دیگه در واقع شما کپی کنید توی فایل هاتون میتونید از این به بعد ازش استفاده کنید. ببینیم چیه. استباش خیلی زیاده. من اگر یه فانکشن جدید بگیرم و بخوام ارزیابیش کنم، بخوام ببینم اصلا چطوری این فانکشن در واقع داره کار میکنه، کاری که میکنم میام توی ادوانس ادیتور قسمت فانکشنش رو پاک میکنم و میام اینجا برعکس همون مثال هایی که داشتیم، میام اینجا یه بی تعریف میکنم، یه سمپل، یه حالت مثال که رو مثال محاسبات فانکشن رو چک کنم و بفهمم فانکشن داره چی کار میکنه. میام مثلا عدد 505 رو وارد میکنم. پس اون ورودی های فانکشن، اون قسمتی که مربوط به ورودی فانکشن بود اون رو پاک کردم، به صورت یه استپ اضافهش کردم توی لیت اولین گام. اتفاقی که میفته میاد فانکشنم رو میشکنه به این استپ ها، هر استپی که توی فانکشنم هست این چیزایی که قبلا به صورت یه کل دیده میشد الان میتونم استپ بای استپ ببینمش و ببینم هر مرحله داره چه کار میکنه. S1 داره چه کار میکنه؟ میبینم که S1 چند تا لیست زیاد مهمه نیست برای حالا کدن، برای در واقع سخت نیست در واقع. میبینم که یه لیستیه، ورودی اولش اومده نوشته 1 2 3 4 5، ورودی دومش اومده 20 30 40 نوشته و ورودی سومش نوشته 100 200 300 400، چیز مهم نیست. S2 چیه؟ S2 اومده 1000 و میلیون و میلیارد نوشته که البته خب اینجا داره میشه. زد چه کار کرد؟ زد اولین گام اصلی این فانکشنیه که داریم، اومد اون عددی که ما نوشته بودیم 505 رو شکوندش به یه لیستی از مقدار، اون عدد کلیه شکوندش به این لیسته. بذارید من 505 رو بکنم 502 1 4 5 4 3 2 1، اینجوش کنم بهتر. زد اومد چکوندش، فقط نکته ای که داره اومد برگردوندش. اگر حالت عادی 5 4 3 2 1 رو از سمت چپ بشکنیم میشه 5 4 3 2 1 ولی اومده ریورسش هم کرده، شده 1 2 3 4 5. گام بعدی که اتفاق افتاده اومده 1 2 3 4 5 رو اومده مقدارشون رو جایگزین کرده با یه فانکشنی که خب یه مقدار پیچیده است برای این جلسه ما اگه بخوایم واردش بشیم. این فانکشنیه که تکست 1 داره اتفاق میفته روش. اومده گفته عدد من بر اساس اینکه اون عدد رقم یکانه، دهگانه یا صدگانه، برو توی این S1 از اولین لیستم، اگه یکان بود از اولین لیست، دهگان بود از دومین لیست، صدگان بود از سومین لیست استفاده کن و همین حالت تکرار میشه. در واقع هزارگان با یکان منطقش یکسانه. پس میاد اینا جایگزینش میکنه. تکست دو که چیز ساده ای به تعداد کاراکترها داره، در واقع سه تا اول خالی، سه تا بعدی هزار، میلیون، میلیارده. تکست سه میاد اون قسمت هایی که نیاز داریم توی تکست اصلیمون رو نمایش میده و تکست بعدی میاد میچسبوندش به همون داده هایی که داشتیم 54321، در واقع به هم بچسبمون عدد ما رو داره نمایش میده 54321. توی نگاه اول شاید چنین فانکشن خیلی سختی باشه، اما اگه شما یک بار بنویسیدش میتونید جاهای دیگه ازش استفاده کنید، حالا یا مستقیم کپی پیستش کنید ببرید تو اون یک فایل اکسل، یا مثل اون حالتی که گفتم تو دل کوئریتون واردش کنید، یا مثل حالتی که گفتم برای مدیریت کردن کاستوم فانکشن ها سیوش کنید به صورت تکست یک گوشه و فراخونیش کنید. خب من نکاتی که میخواستم بگم را گفتم، ببخشید یکم اگر طولانی تر شد.